خیر آمدین، درس خواندین، آمادگی کامل دارین. آفرین. ببینین شما در روزهای گذشته با کدام حرف آشنا شده بودین؟ حرف الف مد کدام صدا را میداد؟ آ. حرف ب ب. آفرین. حرف دال د. آفرین. حرف میم م. آفرین. حرف یا ای صدا میداد. و روز گذشته ما درس خواندیم، درس گذشته ما در مورد کدام حرف بود؟ واو. کدام صدا را میداد؟ او. صدای چی را میداد؟ او. یک کلمه بگوین به می حرف. مثلا گوش. مثلا گوش. او رنگ. آفرین. صدای او را میتنی. خب در درس گذشته کسی مشکل نداره؟ هیچ؟ خب ببینین درس جدیدی را که ما شما امروز میخوانیم درس چندم است؟ درس هشتم. درس هشتم در مورد فصلهای سال است. کی میتونه به ما بگوید ما چند فصل داریم در یک سال؟ چهار فصل. کدام فصل هست؟ بهار، تابستان، خزان، زمستان. کدام فصل سال شما دوست دارین؟ بهار. چرا؟ سرسبز است، شکوفه ها میشکوفه، همه جا خوشبو و معطر میشه، درست است؟ خب هر فصل آیا میتونیم بگوییم چند ماه داره؟ سه ماه داره. آفرین. خب فصل های سال هر کدامش مقبولی خاص خدا داره، درست است؟ مثلا در فصل بهار همه جا سرسبز میشه، شکوفه ها میشکوفه و عطر و زیبایی خاص خدا داره. در فصل تابستان که میشه تمام میوه ها میرسه، به پختگی خود میرسه و ما میتونیم از این حاصلاتی که خداوند بر ما شما خلق کرده استفاده کنیم، درست است؟ در فصل پاییز هم همچنان زیبایی خود داره، برگ درختان زرد میشه، همه جا یک حالت سکوت و آرامش به خود میگیره، درست است؟ فصل زمستان چی اتفاق میفته؟ برف میشه، هوا سرد میشه، هیچ کس از ترس سردی از خانه بیرون نمیشه، درست است؟ خب این بود از چهار فصل سال. ببینین در این درس ما که هست ما همراه دو حرف آشنا میشیم. همراه کدام دو حرف آشنا میشیم؟ یکی حرف ری، حرف ری که صدای ر میده، و یکی حرف ز که صدای ز میده، درست است؟ ببینین یکی حرف ری و یکی حرف ز. حرف ری و حرف ز هر دوش یک شکل داره، هر دوش یک شکل داره. حالت نوشتارش هم یکی است، فقط تنها فرقی که داره ری به شکل ساده نوشته میشه، اما حرف زی که هست فقط یک نقطه در قسمت بالا میگیره، درست است؟ ببینین حرف ر، حرف ز، درست است؟ این دو حرف امروز ما شما معرفی میشیم. ببینین عکسایی که ما برای شما نشان میتونم، اول در این عکسا کی بر ما میتونه بگویه این عکس اول ما چی است؟ بهار. چطور فهمیده که این عکس بهار است؟ آفرین. عکس دوم ما شما چی است؟ خزان. کی میگه چرا اینجا عکس خزان رو برام داده؟ چطور فهمیدی این خزان است؟ زرد شده، برگا در حال ریختن است، نه؟ عکس آخری ما چی اتفاق افتاده؟ برف است، نه؟ برف فقط میفهم که در زمستان اتفاق میفته، درست است؟ خب ببینین این عکس ها رو که برام شما نشون داده معرفی دو حرف ما براتون گفتم، نه؟ یکی حرف ری بود و یکی هم حرف زی بود. فرق اینا رو هم برای شما گفتم. حالا یک مرتبه من اینا رو برای شما اشاره آسمانی میکنم، بعد اشاره زمینی و در حالت نوشتار کل ما یک جا این رو تکرار میکنیم، درست است؟ متوجه شدین حرف ر؟ ببینین از قسمت بالا یک خط مایل میگیرین میرین به سمت پایین، این میشه حرف ر. و حرف ز ما که هست یک خط میگیریم به این قسمت میاییم و نقطه شا در قسمت بالایش میمانیم. یک مرتبه دیگه برای شما تکرار میکنم. ببینین حرف ر از بالا میرین به سمت پایین و حرف زی هم به می شکل می آین، فقط تنها فرقی که داره نقطه بالای سر زی می مونه. خب همین کار را برای تخته بر شما اجرا میکنیم. ببینین حرف ر، حرف ر از بالا خط مایل می آین به سمت پایی، این میشه حرف ر. و حرف زی ببینین به می شکل نوشته میشه، فقط یک نقطه در قسمت بالایش می مونه، این میشه ز. ر ز، ر ز، اینا فقط یک شکل داره. حالا میریم یک اشاره زمینی میکنیم همگی با همدیگه یک جای. خوب دقیق متوجه باشین در اشاره زمینی. ببینین از این قسمت بالا خط مایل میگیرین میان به طرف پایین، همگی خوب متوجه باشین. ر و این شکل ز، زیرم به این شکل نوشته میکنیم، فقط یک نقطه در قسمت بالا میمونیم. حالا کلتون همین کار اجرا کنیم. من ببینم یک مرتبه، هر کدامش گفتی کدام شکل داره؟ صدایش گفتیم ر
ز. خب ببینین اینجا برام شما سه کلمه را داده و هر کدام از اینا را معرفی کرده. مثلا کلمه بهار، بهار. ببینین کلمه بهار در آخرش چی تلفظ میشه؟ ر تلفظ میشه، درست است؟ یا مثلا کلمه خزان، خزان. در اینجا کدام حرفه که امروز ما شما خواندیم شما تلفظ میکنین؟ آفرین، ز، خزان. و کلمه بعدی ما شما که هست کلمه زمستان است. در این کدام حرفه خواندین؟ ز. زیر تلفظ کنین؟ آفرین. ببینین حرفای رو که امروز خواندین من زیرش یک خط میکشم که دقیق شما متوجه شین. در کلمه بهار حرف ر، حرف چی؟ حرف آخر ر، در قسمت آخر آمده، درست است؟ و در کلمه خزان حرف ز در کجا آمده؟ در وسط آمده، نه؟ در قسمت وسط آمده. حرف چی است؟ ز. چی صدا میده؟ ز، ز. در کلمه زمستان حرف اولش چی است؟ ز. بگوین صدایشه؟ ز، ز. درست است؟ خب ببینید امی بهار بر شما من دفعه تلفظ میکنم، هجا میکنم. بهار، بهار دو بخش است. هار، ببینید بهار دو بخش. در بهار میریم صدا کشی میکنیم، میگیم ب آ ه آر، ب آ ه آر. حرف آخر ما چی بود؟ حرف آخر ما چی بود؟ ر، درست است؟ ری ری دفعه صدا کنیم، بگوییم تلفظ کنیم ر. در کدام قسمت آمده؟ در آخر آمده. آفرین. خب کلمه خزان ببینیم، خزان، خزان چند بخش است؟ دو بخش است. خ ا ز آن. ز حرف چندم مو شما میشه؟ ببینیم خ ا ز آن. ز حرف چندم مو میشه در صدا کشی؟ در وسط آمده، اما حرف سوم میشه. ببینین میگیم خ ا ز آ ن، درست است؟ پس حرف چندم میشه؟ حرف سوم میشه. در کلمه زمستان، زمستان ز در کجا آمده؟ در اول آمده. خب اینو ما اول صدا کشی میکنیم براتون میگیم. ببینین میگیم ز ا م ا س ت آ ن. چند حرف شد؟ هشت حرف شد، درست است؟ حرف اولش کدام حرف است؟ ز. صدایشو بگوین؟ ز. صدای چی رو میتن؟ ز، درست است؟ خب یک مرتبه صدا کشی کنم، باش براتون میگم. ببینین زمستان، اول براتون هجایش میکنم، میگم ز مس تان. زمستان سه بخش است. صدا کشی میکنیم، میگم ز ا م ا س ت آ ن. چند حرف شد؟ هشت حرف شد. متوجه شدین؟ امیر براتون نوشته میکنم، خوب دقیق بفهمین. ببینین زمستان سه بخش است. میگیم ز مس تان، درست است؟ یه میگیم براتون در صدا کشی مندازیم. خوب دقیق متوجه باشین. ببینین میگیم ز ا م ا س ت آ ن. حالا فهمیدین؟ یاد گرفتین؟ م ا س ت آ ن. آفرین. کلمه خزان یک مرتبه صدا کشی کنین. خ، آفرین، دو بخش داره. خ ا ز آ ن. آفرین. کلمه بهار یک دفعه هجا کنین، صدا کشی کنین. ب ها چند بخش است؟ دو بخش است. صدا کشی آ ر. آفرین. چند حرف شد؟ پنج حرف. حرف ر ره که امروز ما شما خوندیم در کدام قسمت شما ده؟ در آخر. در کلمه خزان ز ده کجا آمده بود؟ در وسط.
در کلمه زمستان در کجا آمده بود زی؟ در اول کدام دو حرف ما شما امروز خواندیم؟ ر ز. چی صدا میداد؟ ر ز. درست است؟ خب در این درس کسی مشکل نداره؟ هیچ کس؟ ایره یک مرتبه کلمه بهار، خزان، زمستان در کتابچه‌هایتون نوشته کنین، هجا کنین و صدا کشی کنین. درست است؟ موفق و پیروز بشین.